سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به ماجرای حمله پردیس احمدیه، بازیگر جوان کشورمون به مهران مدیری میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. چندی پیش بود یه مجری تلویزیون درباره مهران مدیری گفته بود یه زمانی چک برگشتی داشت و داشت میرفت زندان، اما صدا و سیما چکش رو پاس کرد تا زندان نره. ما خیلی اصرار داریم از این سلبریتی ها بیان عذرخواهی کنن و بگن جوگیر شدیم. این روزا بحث داغ هنرمندان و حمایت از مردم و حکومت بحث داغ فضای مجازی شده. برخی از این بازیگران از اعتراضات مردمی حمایت کردن، برخی ها هم از حکومت. اما چیزی که مهم بوده حمایت از مردمی که همیشه طرفدار این بازیگران بودن و اونها قدر این مردم رو نمیدونن برای اهالی هنر همیشه حائز اهمیت بوده. پردیس احمدیه، بازیگر جوانی که مدتها پیش مهمان برنامه دور همی مهران مدیری بوده، حالا بعد از عوض شدن نظر مهران مدیری نسبت به واکنش تند او در خصوص عدم پخش تصویرش در تلویزیون و ویدیوی تازه منتشر شدهش واکنش تندی نشون داد و در این باره با انتشار متنی بلند بالا نوشت: آقای مدیری، چقدر آبروبر و حقیری. حداقل تمرین می کردی، از توانایی بازیگریت بهتر استفاده می کردی. فکر کردی مرد هزار چهره است؟ کاش زودتر خودتو نشون می دادی، ببینم اون موقع کی مهمون برنامه‌ات می شد و کی مخاطب خنده های مصنوعیت. من که غلط کردم، روزی تو برنامه شما بودم. این از من که با لبخند گوش می دادی به حرف من که دغدغه معاش بود، ولی در واقع تو دلت به من و مردم خندیدی. شرف در گرانیست، به هر کس ندهند. خانم پردیس احمدیه، متولد 8 تیر 1371 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیونه. فارغ التحصیل رشته نوازندگی موسیقی و ساز ایرانیه که اتفاقی وارد بازیگری شد و حالا علاقه من به ایفای نقشای متفاوت و غیر کلیشه‌ایه. پردیس در سال 85 وقتی 15 ساله شده بود اتفاقی با حمید نعمت‌الله آشنا شد، تا اینکه یک سال بعد توسط او به افشین صادقی معرفی شد. به این ترتیب در فیلم این کارگردان اولین تجربه خودش رو به دست آورد. البته این فیلم بعد از 4 سال توقیف و سال 89 به روی پرده سینما رفت. برای بار دوم سال 90 وقتی 19 ساله بود در فیلم کلاس هنرپیشگی نقش نیکی رو بازی کرد که همین فیلم اون رو به بازیگری علاقه‌مند کرد تا این مسیر رو ادامه داد. او برای اولین بار در سال 1392 با سریال یادآوری در کنار روزبه حصاری، امیر آقایی و مهران احمدی وارد تلویزیون شد. با فیلم خانه دختر سال 93 دیده شد. اما فیلم لاک قرمز در سال 94 نقطه عطفی در زندگی هنریش بود، چون نقش اول رو داشت و در جشنواره فجر هم دیده شد. ایشون گفته: به هیچ عنوان سعی نکردم از سبک بازیگر خاصی استفاده کنم و همیشه خواستم خودم باشم و از خودم پیروی و سبک خودم رو پیاده کنم. فعالیت تئاتر خودم رو از سال 1392 با نمایش ناتمام به کارگردانی سیما تیرانداز تجربه کردم، تا اینکه برای بار دوم سال 94 با نمایش کشتن کفتر چاهی به روی صحنه رفتم. باید بگم که اتفاقی که در تئاتر میفته در سینما نمیفته. اجرای تئاتر به فیزیک بازیگر کمک میکنه. هر بازیگری جدا از میزان مهارتش در زمینه بازیگری نماینده نسل خودشه. آینده بازیگری شبیه جامعه وقته و به نوعی متناسب با شرایط اون پیش میره. من همه تمام تلاش خودم رو میکنم تا مماس با موفقیت‌های اجتماعی دست به انتخاب بزنم و امیدوارم سینما هم در آینده کارکردی اثرگذار داشته باشه. من انسانیت، زندگی و صبر کردن در مقابل هر اتفاق ناخوشایندی که تو زندگی میفته و قوی بودن رو از حامد بهداد یاد گرفتم. امیدوارم سایش بالا سر من و امثال من که رفیقش هستیم باشه. من اصلا اگر در روز موسیقی که دلم میخواد رو گوش ندم نمیتونم زندگی کنم. فیلمم نگاه میکنم، ولی اینجور نه که بخوام خودم رو به بازیگری نزدیک کنم. آرزو دارم در جشنواره فیلم فجر عدالت رعایت بشه و فیلمهایی که حقشون هست و براشون زحمت کشیده شده دیده و تشویق بشن. پردیس احمدیه، بازیگر فیلم سینمایی لاک قرمز،
که در برنامه دوره همی مهران مدیری حضور داشت و حالا به او انتقاد تندی هم کرده درباره شروع فعالیت‌های هنری خودش به مهران مدیری گفته بود. خیلی اتفاقی وارد حرفه بازیگری شدم. انگار در سرنوشتم بود که بازیگر بشم. در 7 سالگی تیزر بازی کردم و در 15 سالگی فیلم سینمایی مقلد شیطان رو کار کردم. اصلا به فکر بازیگری نبودم و فقط موسیقی رو از بچگی ادامه دادم. بعد از مدتی به طور اتفاقی یک نفر من رو برای حضور در یک تلفیلم معرفی کرد. سپس برای حضور در فیلم سینمایی آقای علیرضا داوود نژاد دعوت به کار شدم و به کار حرفه‌ای بازیگری ادامه دادم. خانم احمدی همچنین درباره دغدغه فعلی خودش در زندگی گفته: اعتقاد دارم اگر رفاه داشته باشیم میتونیم بقیه چیزها رو تا حدی کنترل کنیم. دغدغه امروز من بیشتر از هر زمان دیگه معاشه، چرا که بیکار هستم. البته یک سری پیام ها به ما میرسه که شما بازیگر هستید و مشکلی ندارید. اما چه کسی از زندگی ما خبر داره؟ بازیگر سریال تلویزیونی یادآوری درباره ملاکای ازدواجش هم گفته بود: ازدواج نکردم، اما اولین ملاک من برای ازدواج اینه که طرف مقابلم سختی کشیده باشه، چون خودم در زندگی با سختی بزرگ شدم. اگه با کسی ازدواج کنم که در زندگیش سختی نکشیده باشه، از حرفای من چیزی متوجه نمیشه. از طرفی دوست دارم طرف مقابلم برای خودش تلاش کرده باشه و در جایگاه درستی ایستاده باشه. البته قیافه هم برام مهمه، قدش هم بلند نباشه. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.